Geçkan muhabbe, xage xita bi tayx kev bet fanoxum, musayutet Ninve TV, ahayile Red Entertainment Show. Pakhlaytun li udiyu mutten anne ina gyal ayni xatsa ahvalatet ayni lena shapir el akhime. Udiyu tlan xatsa prishe khurze gu da saat qat mayek kev bet fanoxum, xil tala hab braditun lun. وقتی مسیحیان خیالو خون درخ مخون برخچه اتلان خات پقتا من خا ارخا ات پقتا و دخ بلیشانت فرصت سبب ارخ دیان ایل همزوم لیشان فرصت مناطر ایران و اتن خچه مطانیات بسید خا بزنس خطا دینموی که ده هم دیتا قد بد همزمخ و پشکخ لغتو You are watching the best Assyrian local Neve TV. Tag by Red Entertainment با افتخار تقدیم می‌کنند. برای اولین بار شب عشق ولنتاین با آقای صدا ای بی دو تا مست چشات منو خوابم میکنه ذره ذره اون نگات دارابم میکنه شنبه 11 فوریه 2012 ولنتاینز دی لارسان ایونت سنتر ترلاک صدای محبوب میلیون ها ایرانی سیامک جستان قصه عشق من و تو مثل برگای خزونه خیلی زود میاد و میره ولی هیچ کس نمیدونه تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی در چارلاگ، مودستو، ساکرامنتو، سان هوزه، فرزنو و همچنین از طریق radiotac.com تلفن اطلاعات 209-648-1765 و 310-497-1612 Sponsored by Expert Credit Counseling LLC بابک جستان 650-906-89-16 بینندگان عزیز با عرض سلام همینطور که خدمتون عرض کردم امروز مهمون عزیزی همراهمون هست معرفی میکنم خدمتون آقای بابک جستان دوست عزیزم امروز اینجا لطف کردن تشریف آوردن و ما مفتخریم که ایشونو اینجا خدمت شما بیاریم و همینطور که گفتم بزنس جدید ایشون توی شهر ترلاک آوردن که میریم یه سری سوالاتی از ایشون بکنیم در مورد بزنسشون در مرحله اول بابک جان خوش اومدی مرسی میتونید با بینندگان سلامی داشته باشید سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز من در خدمت شما هستم اگر سوالی همینطور که خیلی از دوستان ما بینندگان عزیز خبر دارن شما جدیداً بزنسی رو به شهر ترلاک آوردید که توی بزنس های آمریکایی البته این بزنس از درجات اول هستش ولی کسی توی شهر ترلاک این بزنس رو در میان ایرانیانی که از ایران اومدن نداشته و شما نفر اولی هستی که این بزنس رو اینجا دارید توی ترلاک و همینطور که میدونید توی مردم ما همیشه سعی میکنن مردم پیش کسی برن که بالاخره متین‌تر و همزبون‌تر و تراست‌تر باشه و
از دیدی که از شما توی شهر سن‌هوزه بوده، همه مردم خوب شما رو تعریف میکنن و همیشه گفتن که شما بزنس موفقی توی سن‌هوزه داشتید و این باعث میشه که تراست مردم توی شهر تورلاکم روی بزنس شما همون دیدو داشته باشه که توی سن‌هوزه داشته. میخوام یه خورده در مورد بزنسی که دارید یه خورده توضیح بدید که شما چه کارهایی رو اونجا انجام میدید، چه کیسایی رو میتونید قبول کنید واسه یاری رسوندن به ملت. میشه اینجوری توضیح فرش کرد؟ خواهش میکنم. در رابطه با بزنس من اینه که ما دقیقا کردیت های مردم رو سعی میکنیم فیکس بکنیم، به خاطر اینکه حالا تو مصاحبه قبلی هم صحبت شد که این موضوع کردیت های مردم رو فیکس میکنیم، یعنی هر چی که یعنی نگتیو آیتم هایی که روی کردیت ریپورتشون هست، مثلا مثل کالکشن ها یا ریپوزیشن، فورکلوزر، بانکراپسی و ستودنت لونز، اینا چیزایی که مردم خب بعد از ریسیشن که مثلا تقریبا 2-3 سال پیش بود، اگه یادتون باشه که امریکا وضعش خورده خراب شد، خب مردم یه مقداری مشکلات داشتن اینا و هنوز هم یه مقداری مشکلات دارن. من فکر میکنم به هر حال لیت پیمنت الان همه دارن روی کریدیت کارتاشون، روی مورگیج خونهشون، به هر حال 6 ماه 7 ماه 1 سال بعضیشون اصلا خونهاشون از دست دادن، فورکلوز شده و یه فورکلوزر اومده رفته روی کریدیت ریپورتشون و این مونده اونجا. بعضیا فکر میکنن که این سر 7 سال پاک میشه، فکر میکنن اتوماتیکلی مثلا سر 7 سال این پاک میشه، ولی در صورتی که اینجوری نیست. شما اگه نگاه بکنین، مثلا ما کریدیت ریپورت یه شخصی رو میکشیم نگاه میکنیم، میبینیم بعد از 10 سال 12 سال هنوز این شخص مثلا به میسیز بدهکار بوده، بعد مثلا 5 سال پیش دیورس کرده و به هر حال دیورس شده و هنوز که هنوز شما میبینین که این لیت پیمنت ها هنوز هست به مدت 5 سال 6 سال 7 سال. ما سعی میکنیم تمام این لیت پیمنت ها رو پاک بکنیم، سعی میکنیم بدهکاری های مردم که مثلا برای مثال مثلا یه شخصی از 5 تا 6 تا کریدیت کارت داره، هر کدوم بر فرض مثال 10,000 تا لیمیتشونه، یعنی بوده، الان که لیمیت ها رو اگه دقت کرده باشین کات میکنن، روی هم رفته مثلا 70,000 دلار مردم بدهکاری دارن، مثلا این شخص 70,000 دلار بدهکاری داره، ولی شما نگاه میکنین میبینین که طرف نه تنها همه رو خرج کرده، دیگه نمیتونه، یعنی به جای رسیده که دیگه نمیتونه پیمنتاشو بده، دیگه به جای رسیده که دیگه نمیتونه از پسش بر بیاد. ما چیکار میکنیم؟ یکی از کارامون اینه که مثلا با کریدیتورای اونا که میتونه ویلز فارگو باشه، حالا البته اسم برای مثال میبرم، ویلز فارگو باشه، بانک اف امریکا باشه، بانک اف د وست باشه، اینا چی کسایی مثلا ما میتونیم باشون نگوشییت بکنیم، هر لیمیتوری که مثلا روی 10000 تا مثلا بیاریم پایین به 1,000 تا 2,000 تا برسونیم و برای اونا خیلی راحت تر میشه، و به اضافه این که ما بتونیم تمام لیت پیمنت هاشون رو دیسپیوت بکنیم که اینا کردیت سکورشون یعنی بره بالا. یعنی بیسیکلی ما کاری که میکنیم اینه که کردیت سکورشون رو اینکریز میکنیم، یعنی میبریم بالا به جایی که دوباره بتونن یعنی کوالیفای بشن و بتونن مثل چند سال پیش، مثل 5-6 سال پیش که مردم اراده میکردن مثلا میتونستن خونه بخرن، اراده میکردن میتونستن ماشین بخرن، به هر حال راحتشون بکنیم، میگن امریکایی‌ها بیافتن روی رایت ترک که بتونن قشنگ بتونیم که یعنی من بتونم یه خدمتی کرده باشم. به هر حال من فکر می‌کنم این واجبه و مردم احتیاج دارن. در نهایت شما اون لکه رو که به اسم بد کردیت روی کردیتشون هستش اون رو ریمو می‌کنید کاملا؟ 100%. حالا تو میگم 100% اول امریکایی nothing is 100%، ولی من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که میتونم بگم از مثلا 15-16 تا نگتیو آیتم هایی که مثلا مردم دارن، من میتونم بگم 12 تا 15 تاشو میتونم دیسپیوت بکنم که کریدیت سکورشون مثلا از 400 مثلا بیاد رو 650 670 680. این 100% من میتونم بکنم. همینطور که گفتید نه فقط توی جامعه آشوری یا ایرانی که توی شهر تورلاک یا کالیفرنیا زندگی میکنن، خیلی ها این دمج رو توی زندگیشون دیدن، از لحاظ اینکه قیمت های خونه ها بالا پایین شد، وضع اجتماعی بالا پایین شد و خیلی ها هرت شدن. من خودم یکی از اونا بودم که
خونه ای که من با 270 هزار دلار خریده بودم تا هولوش نیم میلیون بالا رفته بود، ولی الان شاید 100 و چند هزار دلاری باشه. و همه اینو این فیلینگو داشتن و فکر میکنم که این بزنس شما واقعا یه دریچه کمک یا یاری میشه واسه مردمی که بالاخره ما اینجا آشوری یا ایرانی زبون داریم که میتونن با شما بشینن و مشکلاتشون رو مطرح کنن و بالاخره کمکی دریافت کنن. 100%. البته همونطور که گفتید ریموو کردن این خب وقت میبره، ولی به وقت بردنش میارزه. 100%. چون بعضی وقتا یه کیسایی هستش که خیلی راحته، ما اونو میتونیم در به مدت 35 روز تا 40 روز یه همچین حرکتی رو انجام بدیم که سکورشون مثلا تقریبا از مثلا 500 بشه 530، از 630 مثلا بشه 680. یا یه زمانی هم هستش که یه بعضی کیسا اینقدر مشکله که شما باید 3 ماه تا 6 ماه صبر بکنید. چرا؟ چون تیکس تایم که مثلا اینا رو بتونی ریموو بکنی، چون یه مقداری سخته. کریدیتورها امروز خیلی مشکل، یعنی خیلی مشکل، خیلی سخت میگیرن الان. و در رابطه با اینکه شما فهمیدید، بله من فکر میکنم این آخه مردم امروز احتیاج دارن. درسته. امروز من فکر میکنم 82% مردم امریکا کریدیتشون خرابه. نه اینکه آدمای ریسپانسیبلی نیستن، نه، به خاطر اینکه خب مثلا شخص رفته خونه خریده 450,000 دلار، این 450,000 دلار رو که پول داده مثلا 4 سال پیش، امروز خونش شده مثلا 170,000 دلار. خب این شخص آپساید داون هستش. خب میبینه که باید شخصی نداره جانم؟ تقصیری نداره و فکر میکنه که مثلا الان مثلا روی 450,000 دلار مثلا پول میداده 2,500 دلار برای مثال مورگجش بوده. خب امروز 170,000 دلار خونش میارزه و برای ایشون اصلا ارزشی نداره که 2,500 دلار رو مثلا. به خاطر این موضوع سعی میکنه که اینو یعنی مارفای بکنه. اگه نتونست مارفایش بکنه، خب به هر حال من فکر نمیکنم که ارزشش رو داشته باشه که اون خونه رو نگه داره. البته من اینجوری فکر میکنم، برای همینی که بعضیا خب خونه رو ول میکنن میره، مخصوصا میذارن که بانک خونه رو ببره چون براشون ارزشی نداره. و در و ادسیم تام شما اگه دقت بکنیم درآمدهای مردم هم اومده پایین. البته این تیر مردمی که شما دارید صحبت میکنید مطمئنا ایرانی نیستن، چون ایرانیای ما موقعی که میرن یه جایی رو پسند میکنن و میخرن، سعی میکنن که تا آخرش برن، یعنی هر جوری بشه این خونه باید پی‌آف بشه. بله، من این جنرال صحبت میکنم، یعنی البته من منظورم شخص ایرانی نیست، یعنی در کل صحبت میکنم. چون من الان فکر میکنم از زمانی که تورلاک اومدم میتونم بگم 90% کاستومری من امریکایی هن، یا مثلا حالا کشورهای همسایه خارجی اینا. خیلی به ندرت مشتری ایرانی دارم، اونم به هر حال شاید مثلا بعضیشون دیورس کرده باشن اینا، چون تو دیورس همیشه مشکلات ایجاد میشه. ولی من میتونم به جرات اینو بگم که بعد از پخش این برنامه شما هموطنان ایرانی رو خواهید دید که رجوع میارن به آفیس شما، چون ما ایرانی ها یاد گرفتیم همیشه به کسی تراست کنیم که زبونمون رو داره صحبت میکنه شما. یا اون زبونی که ما باهاش داریم کامیکیت میکنیم. و میخوام یه خورده این بحث خارج شیم. البته من اینم بگم میونه کلامتون ببخشید، من میخواستم که این بینندگان عزیز اگر مشکل کریدیتی دارن اینو بدونن که به هر حال ما ایرانی هستیم. شاید پیش خودشون فکر کنن که مثلا بگن خب اگه ما بریم پیش این شخص، اگه بخوایم مشکلاتمون رو مثلا بگیم که این همچین کریدیتی داریم، چون ایرانی جماعت یه مقداری کانسرواتیوه، سعی میکنه که خب نگه، بازگو نکنه. ولی اینو میخوام بینندگان عزیز بدونن که این مسئله خیلی کانفیدنشیاله، یعنی محرمانه است و دلیلی نداره که ما اگه مثلا یه شخصی بیاد اونجا، حتی به برادرش که میشناسیم یا خواهرشون که میشناسیم یا پدر و مادرشون رو میشناسیم، به هیچ عنوان. درسته. مثلا چون این مسئله خیلی کانفیدنشیاله، چون با کریدیت سیچویشن مردم دیگه فاینانشال. درسته. خدمتتون هستم. خواهش میکنم. همینطور که بینندگان عزیز اطلاع دارن، کمپانی رد انترتینمنت که زیر مدیریت بنده باشه و همچنین دوست عزیزم آقای هانیبال
یا بهتر بگم دیجی هانیبال که مدیریت رادیو تکو دارن توی شهر لس آنجلس، در چند ماه اخیر شروع به بزنس جدید کردن با همکاری و همیاری شما دوست عزیز زیر اسم اکسپرت کردیت کانسلینگ آقای بابک جستان، و برنامه کنسرت آقای ابی رو در شهر تورلاک برای دوستان عزیز تدارک دیدیم. همینطور که میدونید بلیط های این کنسرت توی کلیه مغازه ها و سوپرمارکت های شهر تورلاک، سن هوزه، ساکرامنتو، تریسی و لس آنجلس هستش و فرزنو و همچنین فرزنو، و الان نزدیک 2 یا 3 ماه هستش تقریبا میکنم که تیکت ها اویلیبله. و میخواستم که بابا جان یه خورده شما در مورد این کانسرت، روال فروش تیکت ها و نحوهی که میتونن دوستان این تیکت ها رو در حال حاضر تهیه کنن و یه خود اطلاع در این مورد اگه ممکنه. تیکت ها که شما خودتونم در جریان هستین و میخواستم که بینندگان عزیزم بدونن که در تمام مغازه‌های یعنی سوپرمارکت های ایرانی الان هستش، ولی من فکر میکنم به سرعت داره تموم میشه، چون که من فکر میکنم اونایی که خیلی قیمت های پایین داشت از 45 دلار شروع میشد که الان کلن سولد اوته و وی آی پی مون که 110 دلار بود اگه یادتون باشه، من فکر میکنم اونم سولد اوت شدیم، فکر میکنم یه دونه میز یا دو تا دونه میز بیشتر نمونده باشه، و اونایی که دقیقاً پشت وی آی پی میشینن اونا یک مقدارشون مونده و قیمت رو رقم کمی فکر کنم مونده باشه، خیلی کم. یعنی من میخواستم، البته نه اینکه بخوایم اگزاجریت بکنیم به مردم رو پوش بکنیم، ولی واقعا اگه کسی واقعا دوست داره که یه همچین کنسرتی رو بیاد، چون برای اولین بار آقای ایبی برای اولین بار به تورلاک میان، من فکر میکنم خیلی کنسرت عالی باشه. و اتفاقا این کنسرت برای هموطنان عزیز که توی شهرهای اطراف هم زندگی میکنن هیجان انگیزه، چرا که همین کنسرت اگر توی شهر سن هوزه یا لس آنجلس اجرا میشد، فرق ما بین تیکت پرایس میتونم قسم بخورم دور بر 100 یا 200 دلار فرق میشد، یعنی مینیمم 100 دلار. بله، ولی اینجا خیلی راحت تر میتونن استفاده ببرن و بهره برداری کنن از این کنسرت. و همینطور که میدونید همیشه توی تورلاک یک جو دیگه ای بوده توی کنسرت ها، میخوام بگم یه خورده بیشتر دوستانه تر، مهربون تر و بدون هیچ درگیری، بدون هیچ چی میگن داد و قال، کنسرت به نحوه خوبی برگزار شده تا امروز. و فکر میکنیم که این کنسرت هم با موفقیت مثل بقیه کنسرت ها جلو خواهد رفت و نتیجه خوبی خواهیم گرفت. بابک جان میخوام که شما یه خورده در مورد آقای ابی صحبت کنید، وعده هایی که واسه اون شب دادن، و میدونم که مردم تورلاک، البته اینجا توی تورلاک یه جوری هستش که کافیه یه نفر یه چیزو یه جایی بالاخره بشنوه، به سرعت همه مردم با خبر میشن و فکر میکنم الان چیزی که ما میخوایم در مورد صحبت کنیم همه مردم میدونن، ولی میخواستم که از ذهن شما بشنون که وعده ایشون و هدیه ایشون به ملت تورلاک چی خواهد بود. خواهش میکنم. من البته میتونم بگم توی چند جلسه ای که اخیراً با آقای ابی صحبت کردم، این قول 100% به من دادن که برای مردم از تورلاک خیلی دوست داره که به زبان آشوری بخونه، حتی فکر میکنم ایشون گفتن 2 تا یا 3 تا آهنگ دارن و به آهنگ های شیخانی، که این برای دومین باره در توی هیستوری این مدت زمانی که آقای ابی میخونن، البته اگه اشتباه نکنم ایشون به من صحبت میکردن گفتن که برای دومین باره که دوست دارن این کار رو انجام بدن و اینو دوست دارن هدیه بکنن به مردم عزیز آشوری، چون که
خیلی رابطه خیلی خوبی داره با آشوریای عزیز. اگر غلط نکنم ایشون تسلط خوبی هم روی زبان آشوری دارن. البته صحبت که میکردیم ایشون و من میگفتن که زیاد آشوری من خوب نیست، ولی خیلی خوبه، به نظر من خیلی خوبه، چون من یه مقداری آشنایی دارم با زبان آشوری، نه خیلی خوبه، یعنی قشنگ میتونن ایشون کامیونیکیت بکنن به نظر من. بعد اون شب هم من فکر میکنم شب خیلی عالی باشه و مردم عزیز تولاک خیلی خوشحال میشن، چون کم تر کسی پیدا میشه که یعنی ما نداریم یه خواننده هایی که مثل آقای ابی، آقای صدا، یعنی جزو نامبر وان ها هستن. اصلا بعدم تو خوابشم، من خودم تو خوابشم نمیدیدم که آقای ابی زبان آشوری بدونه و بتونه آشوری من بخونه. من تا جایی که اطلاع دارم ایشون 13 نوت صدا دارن. اون که 13 نوت صدا یعنی یک چیزی که توی تاریخ باید با طلا بنویسن. صد درصد. بله. برای اینه که آقای ابی آقای ابیه. یعنی هر جا که میرن ایشون 5000 6000 7000 نفر همون تیکه کلومی که دارن که میگن جونم، همون کلیمی هست. خیلی down to earth هستن ایشون، مردم رو دوست دارن، رابطه خیلی خوبی با مردم دارن، استیج خیلی قوی هستن. البته من خودم شخصا کوچیک‌تر از این حرفام که بخوام در رابطه با آقای ابی صحبت بکنم، ولی خب اینو چون از موسیقی، از یه فاوندیشنی از موسیقی دارم، یعنی میدونم میشناسم، اینه که ایشون خیلی قوی هستن. اونی که صداشون خوبه، اونی که موسیقی رو میدونن، حالا اونا هیچ این رابطه با مردم، یعنی اون کامیونیکیت کردن با مردم، یعنی واقعا عالیه. درست. برای اینه که مردم یعنی برای آقای ابی قش میکنن، اینجوری بهتون میگم. من ویدیوی ازشون دیدم که روی استیج دراز کشیدن. بله. و میخواستم فقط شما اون تشویق مردم رو میدید موقعی که ایشون دراز کشید. بله. یعنی ایشون رو ملت در هر صورت قبول دارن، نشسته، خوابیده، دراز بله، کشیده و هیچ تغییری توی نحوه خوندن یا اجرای برنامه اصلاً. همیشه و در همه جا آقای ایلیا. و من فکر میکنم تو یعنی تو answer your question اینه که ایشون تشریف میارن اینجا و فکر میکنم شب خیلی خوبی برگزار میکنن. شما یه چیزی رو منشن کردین، گفتین که جاهای دیگه اگه بود مینیمم $100 تقریبا میشد. شما یه چیزی رو هم دوست داشتم مردم از تولاک بدونن، اونی که تقریبا میگن مینیمم هستش، شما اگه دقت بکنین خیلی دور، یعنی من میتونم به شما بگم مثلا طرف $80 هم پول داده ولی آقای ایبی رو طبقه سوم میتونه ببینه. درست. ولی اینجا توی لارس ایون سنتر شما اگه دقت بکنین با دوربین باید نگاه کنید، یعنی خیلی نزدیک، خیلی خیلی عالی، یعنی انگار که خیلی عالی، خیلی عالی. اتفاقا خیلی از دوستان موقعی که فلور پلان ما رو دیدن، دورترین میز ما رو موقعی که به من نشون دادن گفتن این تقریبا میشه گفت وی آی پی شهرهای دیگه است که من. شما اینجا مثلا با لو پرایس ترین تیکت دارید، یعنی اون قسمت وی آی پی که ما داریم برای اون شب، من میتونم به جرات قسم بخورم که یعنی جای دیگه بود باید $250-$300 مردم پول میدادن. درسته. و فقط باید اونجا میشستن و آقای ابی رو میدیدن. ولی اگه شما دقت کرده باشین ما اونجا میز هست، تیبل هست، اپتایزر هست و خیلی عالی. من فکر میکنم شب خیلی خوبی باشه. و در کنار آقای صدا یک نفر دیگه هستش، نفری که شخصی که اگر من بخوام در موردشون صحبت کنم شاید بگن که خب من مدت کوتاهیشون رو میشناسم و میخوام از شما که شما در موردشون صحبت کنید. سیامک جستان، برادر خونی شما، تنی شما، و فکر میکنم شما بهترین کسی هستید که میتونید به نحوه بهتری در مورد برادرتون در این کار جدیدی که دارن میوزیک و خواهش میکنم. ولی خب منم اگه بگم میگن برادرش دیگه، البته شوخی میکنم. نه، سیامک رو خیلی دوست دارم، به نظر من مردم مخصوصا نوردن کالیفرنیا خیلی دوستش دارن، چون برنامه‌های زیادی رو اجرا کرده با آقای ستار، تا
حالا 3 بار کنسرت داشتن ایشون و خانم نوشافرین و آقای شمعی‌زاده و هنرمندان بزرگی بودن که مثلا سیامک خیلی پیششون بوده و روی استیج برنامه اجرا کرده و هستن خواننده‌هایی که من الان دقیقاً به یادم نمیاد و ما چند وقت پیش یادم میاد که تو بیورلی هیلز رفتیم اونجا ایشون برنامه داشتن، بعد برند وود رفتیم برنامه خیلی خوبی داشتن که من فکر می‌کنم نزدیک 630 نفر آدم اومده بود. خیلی برنامه‌های خوب، برنامه‌های شاد. سبک سیامک رو چطور می‌بینید؟ چه سبک آهنگی می‌خونه؟ چه سیامک تو اونجا که من می‌دونم پاپه، بل... یعنی صدای سیامک من فکر می‌کنم یه چیزی بین امید و ستار، خودش هم اینو به من میگفت، میگفت امید ستار این وسط من ولی آهنگای خیلی شاد داره، آهنگای خیلی خوبی داره، آهنگای تکنو فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، چون فردا میگه چی گفتی؟ چرا گفتی؟ ندونستی چی گفتی؟ نه ولی خب کارش درسته، من فکر میکنم، حالا من نمیخوام زیاد تعریف بکنم چون اگه این تعریف رو بکنم میگن داداشش رو داره پروموت میکنه، در صورتی که همچین چیزی نیست، سیامک رو دوست دارن مردم و فکر میکنم که اینو بینندگان عزیز هم باید بدونن که هر کسی، آقای ابی هر کسی رو روی استیج نمیذاره که بغل دست آقای ابی بخونه، ایشون صدایشون رو اپروف کردن. نه سیامک من یه چند تا کار ازش شنیدم و کاراش واقعا روی لبر خاصیه و فکر نمیکنم خیلی از خواننده‌ها، من نمیخوام توهینی باشه، ولی خیلی از خواننده‌ها صداشون تنظیم میشه با میکسرهای خیلی قوی، ولی صدای سیامک صدایی که از توی خنجرش در میاد و صدای زنده. لایوشون خیلی قویه، بله خیلی، مخصوصا لایو که میخونه خیلی قویه و میگم ایشونو خوشگل هم هست، خوشیکل و خوشگل و خوشتیپ و ورزشکارن دیگه، ورزشکار و کشتیگیر و دیگه، همه این چیزای خوب توی یک شخص نهفته شده، پکیج کامل داره. پکیج کامله، بله. در اینجا اگر چیزی واسه اضافه کردن نیست بریم یک موزیک ویدیو ببینیم. من در خدمتتون هستم و برمیگردیم. مرسی. رادیو تک و رد انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنند برای اولین بار شب عشق ولنتاین با آقای صدا ابی. اون دو تا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات داره آبم میکنه. شنبه 11 فوریه 2012 ولنتاینز دی، لارسان ایونت سنتر، ترلاک. صدای محبوب میلیون ها ایرانی سیامک جستان. مثل یه عشق من و تو، مثل برگای خزونه، خیلی زود میاد و میره ولی هیچ کس نمیدونه. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی در تارلاک، مودستو، ساکرامنتو، سان هوزه، فرزنو و همچنین از طریق رادیو تک دات کام. تلفن اطلاعات 209-648-1765 و 310-497-1612. سپانسرد بای اکسپرت کردیت کانسلنگ LLC. بابک جستان 650-906-89-16.